برنامه نان گل سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازیم و من فرید برز پویا هستم. در برنامه این هفته مصاحبه‌ای داریم با نوال صدداوی، مبارز حقوق زنان از مصر، در رابطه با بازداشت یغما گلرویی و لغو کنسرت سمفونیک تهران به دلیل نوازندگی زنان هم صحبت خواهیم کرد. در رابطه با فتوای احمقانه که در مورد دریا و زنا هست صحبت میکنیم. در پایان اگه وقت کردیم صحبت کوتاهی رو میکنیم در رابطه با اتفاقی که در دانشگاه یکی از دانشگاه‌های لندن اتفاق افتاد بعد از صحبت‌هایی که مریم اونجا داشت. با ما باشید. همه حتما میدونین که هفته گذشته یغما گلرویی رو جمهوری اسلامی بازداشت کرده و خبری از کجا بردنش نیست. همسرش روی فیسبوک نوشته که نمیدونن هنوز کجا هستش و نگرانه. خب هممون نگران وضعیت ایشون هستیم. ایشون یکی از نویسندگان هنری ایران هست، هم خواننده خیلی خوبیه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که واقعا داره بیان میکنه اون مبارزه زنان رو تو ایران و مردم ایران و مردم ایران رو. و این به نظر میاد که یک کاکتوس باشه، یه خاری باشه که در کنار جمهوری اسلامی و ناراحت میکنه این حرفا رو، این جمهوری اسلامی رو. بد نیست که یه تیک بخشی از آخرین ویدیویی رو که تولید کرده رو که خودش هم اجرا کرده رو با هم ببینیم. در رابطه با مبارزات زنان و اسمش هست شعر رهایی. با ما باشید. دو خندونیم با این که توی زندونیم، راه ما بسته پای ما خسته، اما آتیش می سوزونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما می دونیم آخر قصه آزادیم. توی زندونیم دیگه اینجا نمیمونیم، پنجره میشیم پنجره میشیم، شعر رهایی میخونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادیم. خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادی.
مشخصه که مسئله زنان یه مسئله واقعا عمده و حیاتیه تو ایران. یعنی میبینیم مثلا یه کسی به مثل یغما گلرویی میاد یه آهنگ به این زیبایی میخونه و همیشه این مسئله توی به نظرم توی عمق جامعه وجود داره. یعنی نمیتونی یه روز از اتفاقات توی ایران بگذری بدون اینکه یه مسئله زنان اونجا مطرح بشه، یه مبارزه، یه چالشی. دقیقاً همینطوریه. اخیراً هفته گذاشتم کنسرت ارکستر سمفونی تهران برنامه قرار بود اجرا بکنه و واقعاً باید بهشون گفت حزب الله فاشیست دولتی ایران 15 دقیقه قبل از برنامه اومدن با وقاحت کامل مطرح گفتن که زنان عضو این ارکستر نمیتونن برنامه رو اجرا کنن به خاطر اینکه تو اسلام زنان هم باید نوازندگی بکنن. و جالب اینجاست که علی رهبری که رئیس این گروه سمفونی گفته بود که خب اگر زنان نتونن اجرا کنن ما هیچ کدوممون اجرا نمی‌کنیم، با همیم یا نیستیم. و خب به نظرم این واقعا یه نوع مقاومت خیلی انسانیه در قبال این حمله‌ای که هر روز داره علیه زنان صورت میگیره توی جمهوری اسلامی ایران. دقیقاً. و این جامعه ایران رو بیان میکنه تو تمام ابعادش. اینو میشه نگاه کرد. ولی برگردیم بیایم در رابطه با اتفاقی رو که توی دانشگاه لندن افتاده بود و این همون شکل و همون مشکل توی جامعه اروپا هم هست. دقیقاً. یه همون دوشنبه‌ای که یغما گلرویی رو بازداشت کردن، یه سخنرانی داشتم در دانشگاه گلدسمیت و جامعه اسلامی که عملاً یه جامعه‌ای هست که به اصطلاح میگن برای دانشجویان مسلمونه، ولی واقعیتش بله انجمنه، در واقعیتش یک جریان کاملا اسلامیه که اومده بود و سعی میکرد اجازه نده که سخنرانی من انجام به وقوع بپیوسته و خب تهدید کردن، اذیت و آزار کردن. رضا مرادی که اونجا بود مورد تهدید قرار گرفت و همش سعی کردن که جلوی سخنرانی ما بگیرن که در رابطه با ارتداد بود و کفگویی و نیاز این کار در دوره‌ای که بالاخره اسلام سیاسی داره دنیا رو سیاه میکنه. جالبش این بود که با پخش کامل ویدیوی اون سخنرانی کاملش کاملا آبروی جنایت اسلامی رفت و انجمن دانشجویان اسلامی توی انگلیس به نظر من، و این توی روزنامه‌های مختلف کسر و انتشار توی انگلیس انعکاس پیدا کرد. چیزی که خیلی به نظرم مهم بود این بود که اینا اومدن سعی کردن جلسه رو به هم بریزن، قدغن کنن و نذاشتیم. و این به عنوان یک برد ماهایی که مخالفین اسلامی ها همه جا ثبت شده که اینا این کار رو میخواستن بکنن ما نذاشتیم و موفق نشدن در واقع. و این نکته اصلی قضیه بود که به همت خودش و ما و رضا مرادی و دوستان دیگه که اونجا بودن به نظر من این نشون داد که اون نسل شکست نخورده ای که با سینه به سینه جنایت اسلامی توی خاورمیانه بزرگ شده، اینا رو خوب میشناسه. این نسلیه که باید به نظر من جلوی رشد این جریانات رو توی کشورهای اروپایی هم بگیرن که در واقع اینو این یک سرطان در حال رشد هستن توی کشورهای اروپایی، ولی این دفعه موفق نشدن. و صحبت‌های اتفاقات بحث‌های زیادی در این مورد شد که نقش این جریانات توی اروپا چیه و توی انگلیس. به نظرم یعنی یه مشکلی که وجود داره اینه که توی اروپا جریانات اسلامی خیلی اوقات به عنوان جریاناتی که مذهبی و غیر سیاسی، غیر فاشیستی دیده میشن. مثلا این مثلا جامعه اسلامی رو به عنوان یه گروه، یه جمعی از دانشجویان مسلمون اینو میبینن. خارجی مثلا. آره، به جای اینکه به عنوان یه بالاخره یه ارگان جنبش اسلام سیاسی بهش نگاه کنن اینو نمیبینن. و فکر کنم جلسه ما موفق شد که نشون بده اینا واقعا فاشیستن، اینا فاشیستای اسلامین و نباید غیر از این به اینا نگاه کرد. یه واقعیت اینه که توی جایی مثل ایران و عراق و عربستان سعودی اینا سر میبرن، آدم اعدام میکنن، اینجا میان و از صحبت میکنن، مثلا از کلمات حقوق بشری استفاده میکنن تا بتونن
همون تهدیدات و همون حملات رو به یه نوع دیگه عملی بکنن، عملی کنن. و این ولی این مقاومت در برابر این جریانات کاملا داره شکل میگیره و اهمیت داره که کسایی که تجربه مبارزه رو دارن و در این حال روشنگرایی دارن نسبت به این جنبش و تجربهش رو دارن، تجربهش کاملا بیان بشه توی جامعه. اینا خب یه بخشی از ویدیو رو توی صحبتامون بهتون نشون میدیم، ولی چیزی که به نظرم خیلی هم برای من خیلی جالب بود اینه که جدا از این که ما تونستیم جلوشون رو بگیریم و چقدر امید و خوشحالی توی جامعه در سطح جامعه مثلا دیده میشه به خاطر اینکه آدما میگن آخش یه خورده دلمون خنک شد، دیدیم یه کسایی هستن که دارن جلوی این اسلامی میستن، در این حال میبینیم مثلا توی دانشگاه گولدسمیت انجمن فمینیستاشون و انجمن همجنسگرایشون، کسایی که بعد اتفاقا طرف ما باشن تو این دعوا، رفتن و همبستگی خودشون رو با فاشیستای اسلامی اعلام کردن. البته خود این دوتا انجمنی که نام بردی، انجمن همجنسگرایان، احتمالا میتونن که جریانات مثل انجمن دانشجویان برادراشون و دادران مستقیمشون توی سوریه سر میبرن، توی ایران اعدام میکنن، توی ایران همجنسگرایان حقوقشون به رسمیت شناخته نمیشه، تو عربستان به رسمیت شناخته نمیشه و با این کارشون آبروی اون دو تا انجمن تو جامعه و توی میدیا اجتماعی کاملا رفت. دقیقاً. اخوان مسلمین یک فتوایی دادن در دوران مرسی وقتی که رئیس جمهور مصر بوده و این فتوا در رابطه با اینه که اگر زن تا کمر وارد دریا بشه زنا صورت گرفته و این چرا نمیدونم، بعد 3-4 بار خون تا آدم درک کنه که چرا این ممکنه. من 3-4 بار خوندم کاملا متوجه نشدم، ولی فکر کنم منظورش این بود که دریا نره مرده در واقع و زن با رفتن توی زنه دریا... زنی که ازدواج کرده. آره. اگه تا زانو بره مشکلی نداره، تا یه خود بالای زانو بره بازم اشکال نداره، هنوز حلاله. ولی اگه تا کمر و تا لگن در واقع بره آب دریا اگه بخوره این زنا حساب میشه و به خاطر اینکه دریا مرده و زن ماده است. نمیدونم دیگه آدم نمیدونه چی بگه. این جریانات اسلامی اینجوری هم اصلا نگاه میکنی میبینی که لیست کارهایی که میکنم که همه همیشه همه فتواشون علیه بلاله زنانه، بعد همیشه هم برمیگرده به سکس، محدود کردن زنان تمام همش در تا سکس، حتی دریا هم نره براشون، یعنی یه عملیات سکس داره صورت میگیره آدم بره شنا. کی رفته اینو اینجوری فکر کرده که اینجوری؟ بعد تازه فتوا نوشته منتشر کرده، چقدرم خوشحاله که مرسی نخست وزیر شده که بتونه این فتوا رو اینجوری در بیاره. چیکارای میکنن اینا؟ مواظب باشین وقتی میریم توی دریا، خطرناکه. چند هفته پیش در کنفرانس فمینیستای لندن سخنرانی داشتم و اونجا نوال صدداوی هم بود. ایشون یک مبارز حقوق زن، یک شاعر بسیار مشهور از مصر هستش و بحثای خیلی جالبی داره در رابطه با مذهب و در رابطه با دنیایی که همش به هم پیوسته و وصله. گوش کنید به این مصاحبه بسیار جالب. نوال صدداوی، it is a great 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 pleasure to have you on our program. I wanted to ask you first about the situation in Egypt. Tell us a bit about what's happened now. The situation in Egypt is not separate from the situation in Iraq, in Syria, in Libya, in Iran, even in UK and US. Because usually I say we live in one world, and we as people, the problem is our governments. The problem in Iran is your government. The problem in Egypt is our government. The problem here in UK is the government, the same in US. So Egypt situation now, we have difficult time.
And in Iran you have very difficult time because of this is political Islam. Who created, who brought Khomeini to Iran? Who brought Khomeini to Iran? You know? So Khomeini was not a liberation. Now the colonial powers, they want to divide Egypt. This is the plan. They want to divide Egypt by religion, by Shia, by Sunnah. You know, we just saw a demonstration here in Edgware Road. Shia, the Shia people for the Hussein. And in Egypt, the colonial rules pushed some of the Salafi. Now we have the Salafi groups are prominent. Push them to kill a Shia person, to create a conflict between the Shia and Sunnah. And we were living together all the time with no problem. The same with Copts. I am living among Copts. We never had problems with Copts. We lived together. But since the British colonialism, in fact, the British colonialism created this religious conflict in Egypt. Since 1882, since they invaded Egypt, they decided to divide it by religion. And that's why US is encouraging Daesh and Bin Laden. When I said Bin Laden and George Bush are twins, it's true. America is a twin to Daesh and to Taliban and to Khomeini and to Morsi. Morsi's Muslim brothers in Egypt. So we are all in the same boat. Our struggle now in Egypt, we are trying to get rid of the Muslim brothers' culture. We got rid of them politically. But the culture, the Muslim brother culture, we want to get rid of it, the mentality. Would you say to people who say, well, this is what the people in the region want, they want religion involved? No. They want Muslim, they want to. No, this is a big lie. Because the US government and UK government, they said Egyptian people elected Morsi freely. This is a big lie. If they elected Morsi, how come that they went to the streets, millions, against Morsi? Just logic. No, our revolution of 2011 was hijacked by America and Europe and the Muslim Brothers. And they work together till today. In the UK government is working with the Muslim Brothers and supporting them and protecting them. Obama regime is protecting the Muslim Brothers under the so-called, they are moderate, not violent, which is a big lie. They are very, very violent. And the Salafi are very violent because there is no religious fundamentalist group not violent. Look at the Jewish fundamentalism in Israel. Look what they are doing. So there is a lot of deception. What's the solution, do you think? Do you think secularism is an important way? The solution? Yeah. Secular? Is secularism one solution? Of course, part of it is secularism. But we need to change the mentality, the way we inherit religion. We become religious by inheritance. So we have to stop this mentality. We need a revolution, educational revolution. I'm for that. We need a revolution in education. We should stop religious education to children. What are the things that we are going to do? Hmm? What are the steps? One is stopping the dissociation. What are the other things we can do to change? Yes, that we work together. And number one, to understand. We have to understand the roots, because if we diagnose the problem well, then we can fight. Okay. But if we misdiagnose, then we do not do anything. So that's why I love very much radical feminism. We go to the roots.
class oppression, gender oppression, religious oppression, political, the global is local and all that. What do you think of solutions within Islam, like Islamic feminism? I don't agree to that. This is hypocrisy and this is deception. And I don't think that, because I spent 10 years of my life studying religion, Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism. So if you study religion, you cannot really have revolution within a religion unless you discard the books. You don't look at the books. And then you could say God is a symbol of justice. And you believe in the divine as justice. Because there are many people who do not believe in God of the book. But they say we believe that God is justice. Okay. But also I question that. So I am very much, we need to be clear. Not to deceive ourselves. امیدوارم از مصاحبه نوال صدوی خوشتون اومده باشه. به نظرم واقعا نکات خیلی مهمی رو مطرح میکنه و یکی اینه که وضعیت مردم مصر از وضعیت مردم ایران و انگلیس و غیره جدا نیست از هم و به هم وصله و به هم مربوطه. و نکته ای رو که برای من جالب بود صحبت از دنیای پس از کلونیالیسم میکنه، استعماری در واقع مطرح میکنه. اینو میشه به طرح جدید سرمایه‌داری نئوکانسرواتیسم در تعریفش کرد و چطوری تلاش میکنه که این طرح مذهب و رشد مذهب و تقسیم کردن جامعه و مردم بر مبنای مذهب‌های مختلف و قوم‌های مختلف یکی از طرح‌های استراتژیک این طرحه و توی سراسر دنیا این کار دارن می‌کنن. شما همین چیزی که ما کلاً بهش گفتیم، مثلا عراقیزه کردن دنیا، بله. عراق رو تقسیم کردن، صحبت می‌کرد از مصر و چجوری تقسیم کردن بر مذهب مختلف و تو خود اروپا هم دارن همین کارو می‌کنن. دیگه اصلا شهروند وجود نداره، همش مثلا جامعه مسلمون، جامعه مسیحی، همه رو تقسیم بندی کردن. بله، دقیقاً تو این وضعیت مثل سوریه هم که می‌تونید ببینید، کاملاً می‌بینید که همه دارن تلاش میکنن، حتی کشور رو تقسیم، یعنی امکان داره استراتژیک تلاش میشه که کشور سوریه رو تقسیم بکنن. انعکاس این تو کشور اروپایی هم همینطوریه. میبینین که تلاش کردن توی سالهای گذشته، در 20 سال گذشته، که جوامع رو تقسیم کنن و این بخشی از استراتژی بزرگتر و طرح بزرگتری تو جامعه است که دولت و دستگاه حاکمه دنیا رو این به این شکل تقسیم. و یه موضوع دیگه هم که خیلی جالب بود اینه که در رابطه با اسلامیونی که میانه روان، خب خیلی ما توی سیاست‌های خارجی و سیاست‌های داخلی حتی دولت‌های غربی می‌شنویم که می‌دونید کنار اومدن با اسلامیای میانه رو که خیلی قشنگ و واضح میگه این همش دروغه. دقیقا. خشونت جزو DNA ذات این اسلامیونه. و خیلی جالب اینو توی ایران هم میبینیم، بخشی از طرح و نقشه دولت و دستگاه دولتی توی ایران همین صحبت کردن اینه که گروه میانه رو، خاتمی، روحانی، خامنه‌ای و تلاش کنن که اینا رو به گروه های مختلف تقسیم کنن. اسلام و دستگاه جنرال اسلام سیاسی یک، در واقع یه دستگاه است، خشن، ضد مردمه و هیچ میانه روی توشون نداره. مردم البته میتونن، آدم ها میتونن، بر فرد افراد میتونن که بهشون مهر مسلمان بزنن و با هزار و یک تشبیه و توضیح برای خودش میتونه زندگی بکنه، کار بکنه، ولی جریانات سیاسی سازمان یافته میانه رو نمیتونه داشته باشه. چند تا مثال دیگه خیلی خوبی هم زد، یکی در رابطه با این که نباید از بچگی کسی تا به دنیا میاد مهر مذهبی روش گذاشت و اتفاقا اخیراً کانون آتیستای ترکیه اومدن رفتن دادگاه و از تو این دادگاه از دولت خواستن که دیگه مهر اتوماتیک روی بچه نذارن، سریع تا به دنیا میاد مهر مسلمان روش بذارن، که این به نظرم یه بحث خیلی پایه‌ایه در رابطه با انسان بدون هیچ نوع مهر و به خصوص مهرایی که
ربط دارن به عقیده و چیزی که بعد آدم انتخاب کنه، نه اتوماتیک و دقیقاً عوض بشه. و اینکه و در رابطه با همین مذهب در مدارس، اینم چه اهمیت زیادی داره که باهاش مبارزه کرد و عقبش روند. این میار ما رو نه هنوز یه بخش دیگه مونده، با ما باشه. عکس زیبای این هفتمون که واقعا به نظر من زیباست، عکس چند تا از پیشمرگای کردی هستن که بعد از اینکه داعش رو فراری دادن از سنجار، اومدن و دارن پرچم داعش رو میسوزونن و واقعا این عکسی که من دیدم خیلی دلم خنک شد. البته خود شما چند یکی دو سال پیش توی کنفرانس توی آکسفورد توی انگلیس پرچم داعش رو اولین بار پاره کرده اونجا که مورد تشویق خیلی قرار گرفت اون قضیه. ولی این در واقع یک لحظه ایه که تجسم مبارزه و مخالفت مردم با جنایت راست فاشیستی اسلامیه. در واقع پرچمش یه سمبولی از این قضیه است، ولی مبارزه کردن با عقاید و افکار و فرهنگ این دور فاشیسم امروز هم یه کاریه که وظیفه مردم دنیاست. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه و هفته خوبی داشته باشین. تا هفته آینده، روزای و شب خیلی عالی داشته باشین. بای. گود بای. Hi, I'm Mariam Nawazi. And I'm Fari Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And yeah. We've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.